مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. از آغاز تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 تمام تلاش های رهبران اسرائیل به ویژه آقای دیوید بن‌گوریون مؤسس اسرائیل و آقای مناخیم بگین نخست وزیر اسبق این بود که با قدرت هسته‌ای شدن و به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی در خاورمیانه در مقابله با دشمنان کشور اسرائیل بازدارندگی ایجاد کرده تا هیچ قدرتی در خاورمیانه و به ویژه در کشورهای اسلامی جرأت حمله کردن به اسرائیل را نداشته باشد. اما هیچ زمانی در تاریخ 76 ساله کشور اسرائیل دکترین بازدارندگی اتمی و نظامی نتونسته جلوی جنگ‌های 6 روزه در سال 1967 و سال 1973 و بعداً جنگ‌ها با حزب الله لبنان و ورود ارتش اسرائیل به لبنان و پیشروی آنها تا بیروت در سال 1982، عقب نشینی اسرائیل از بیروت و خروج نیروها از لبنان و جنگ ها بین اسرائیل و حماس در نوار غزه را تا به امروز بگیره. هر کسی که فکر میکرد که پس از حمله به پیجرت ها و دیگر وسایل الکترونیک در اختیار حزب الله در لبنان که تا به حال بیش از 37 نفر را به قتل رسانده و تعدادی بیش از 3000 نفر زخمی به جا گذاشته بازدارندگی احیا خواهد شد، امروز متوجه میشه که حملات زنگین حزب الله به شمال اسرائیل و شهرهای شمال همچنان ادامه داره. خبرنگار نظامی اسرائیل آقای آوی اشکنازی در مصاحبه‌ای با تلویزیون اسرائیل میگه هر کس فکر میکرد که پس از حمله به پیچرها حزب الله لبنان وادار به بازدارندگی میشه، اگر خوب نگاه بکنه ما شاهد ادامه حملات هستیم. اشاره آقای اشکنازی خبرنگار نظامی اسرائیلی به شلیک رگبار صبح روزه پنجشنبه 19 سپتامبر 2024 حزب الله به شمال اسرائیل با وجود ترور بی سابقه و تصور نکردنی با پیجرها در لبنان بود. مجله اکونومیست می نویسه که اگرچه حزب الله بدجور ضربه خورده، اسرائیل دوباره در تاکتیک برنده شده، ولی در راهبرد روشن نیست که آیا پیروز شده باشه. حتی کارشناسان اسرائیلی مانند دکتر آنات هوخبرگ ماروم پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک تغییر اساسی در دکترین هایی که بر اساس آن حزب الله فعالیت می کنه اتفاق خواهد افتاد. با حملات سنگین حزب الله و شلیک رگبار حزب الله روز 19 سپتامبر 2024 به شهرک ماتله و کشته شدن چندین سرباز اسرائیلی، دکتر آنات هوخبرگ ماروم کارشناس اسرائیلی در امور تروریسم جهانی پیش بینی می کنه که در روزها و هفته های آینده می توانیم شاهد حرکت های وحشتناکی باشیم. دکتر آنات هوخبرگ ماروم می گوید که امنیت دیگر به شمال اسرائیل باز نخواهد گشت و جنگ در شمال یک تله دیگر است. آقای شهید حسین نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیش در روز پنجشنبه 19 سپتامبر 2024 با اشاره به اینکه شادی آقای نتانیاهو در انفجارهای پیجرها در لبنان زود هنگام بوده است گفت که هدف آقای نتانیاهو بازگرداندن ده‌ها هزار شهرک نشین ساکن شمال در امنیت کامل به خانه‌های خود است. سید حسن نصرالله خاطرش هست که اسرائیل هر کاری بکنه نمیتونه حتی با ترور از نوع پیجرها و فشار
و حتی جنگ تمام عیار شهرک نشینان را به شمال بازگردانه. حسن نصر الله میگوید که این یک چالش بین حزب الله و اسرائیل میباشه و تنها متوقف کردن جنگ در غزه و جنگ در کنار باختری میتونه ساکنان شهرهای شمال را به خانه هایشان بازگردونه. حسن نصر الله اسرائیل را تهدید کرد که با حمله تروریستی پیجرها در لبنان اسرائیل با قصاص روبرو خواهد شد و اسرائیل از جایی که نمیتونه فکرش رو هم بکنه پاسخ دریافت خواهد کرد. بعد از اتفاق وحشتناکی که در اثر انفجار پیجرها و دستگاه های تلفن موبایل در لبنان رخ داد، حزب الله سطح حملاتش را به اسرائیل بالا برده و در چند روز گذشته ده ها موشک به منطقه میرون، مهمترین پایگاه اطلاعاتی در ارتباطات اسرائیل، و به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده و باعث آتش سوزی های بزرگی در صفد و شمال جولان شده. سید حسن نصرالله در سخنانش اعتراف کرده اسرائیل ضربه بسیار بزرگ و سختی به حزب الله زده. او اشاره کرد که با وجود این ضربه هولناک به حزب الله، اما در بنیه و ساختار حزب الله مشکلی رخ نداده. او میگوید که هدف اسرائیل در انفجارها در لبنان دور کردن مردم لبنان از نیروهای حزب الله بوده، ولی چنین چیزی رخ نداده. نصرالله گفت که اسرائیل فکر میکرد با انفجارها فرماندهان حزب الله را نابود خواهد کرد، در حالی که فرماندهان حزب الله پیجرهای قدیمی داشتند و بنابراین در عملیات نظامی برای اسرائیل همه چیز برای حمله به اسرائیل آماده بود و مردم لبنان به حزب الله برای توقف جنگ در شمال فشاری نیاوردند، آنگونه که هدف انفجارهای پیجرها بوده است. آنچه که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید مورد تایید گزارشگران بی بی سی از لبنان میباشد. در پاسخ به سوال مجری بی بی سی فارسی مبنی بر اینکه انفجارهای پیجرها در لبنان با به ایجاد یک همبستگی ملی سراسری در لبنان منجر شده، گزارشگر بی بی سی از بیروت خانم نفیسه کوهنورد میگوید که حتی شخصیت‌های معروف ضد حزب الله در لبنان پس از انفجارها با آنها ابراز همبستگی کردند و آنها بلافاصله بعد از موج اول انفجارها در توییتر ابراز همبستگی با مجروحان و خانواده‌های قربانیان کردند و این تا به حال بی‌سابقه بوده چنین سطحی از همبستگی با حزب الله در لبنان. ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته حملات زیادی به مناطق لبنان داشته است و حتی مکانهایی را که تا به حال بمباران نشده را بمباران کرده. تمام عملیات نظامی و انفجارهای روزهای گذشته در لبنان و کشته شدن بیش از 37 نفر تا کنون و زخمی شدن چندین هزار نفر، حزب الله در ساعات گذشته تعداد و حجم حملاتش به اسرائیل را بالا برده و تا کنون از تاکتیک موازنه جنگ با اسرائیل کوتاه نیامده. حزب الله پس از انفجار پیجرها و تلفن‌های همراه که می‌بایستی قدرت ارتباطات رهبران نظامی حزب الله با فرماندهانش و قدرت تصمیم گیری آنها برای ادامه جنگ را به کلی نابود بکنه، اما به طور بی‌سابقه عملیات نظامیش را برای اسرائیل ادامه میده که نه تنها تعدادی از سربازان اسرائیلی به قتل رسیده و مجروح شدند، بلکه در یکی از عملیات به شهرک مطلعه به تأسیسات آب و برق آن آسیب شدیدی خورده است و ارتباطات آب و برق در شهر قطع شده. شبکه تلویزیون ILTV اسرائیل گزارش میده که جنگ در غزه و در شمال اسرائیل با حزب الله تا کنون 250 میلیارد شکل یا حدود 67 میلیارد دلار هزینه برداشته و وزیر دارایی اسرائیل آقای اسموتریچ اعلام کرده که ما نه تنها در طولانی ترین جنگ بلکه در گرانترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم. آقای الیاهو یوسیان، عضو سابق واحد اطلاعاتی 8200 اسرائیل، در تلویزیون اسرائیل گفت که ایرانی ها شاه این بازی هستند. آقای الیاهو یوسیان میگوید که ما یک سال است که در باتلاق غزه و حزب الله لبنان گرفتار شده ایم، اما ایرانی ها بیرون از میدان تا
تمیز و مرتب نشستن و تماشاگر می باشند. آقای پلاتسکر نویسنده اسرائیلی پس از وقوع انفجار پیجرها در لبنان و متعاقب آن حمله های سخت حزب الله به اسرائیل در روزنامه یدیوت اخرونوت می نویسد که ما بهتر است رویاهای خطرناک و توهم‌آمیز امپراتوری اسرائیل از لیتانی تا فیلادلفیا را به خاک بسپاریم و بر بازگرداندن گروگانها به وطن بدون هیچ تأخیر دیگری که ممکن است باعث مرگ آنها شود تمرکز کنیم. این رخدادها در حالی است که انصارالله در یمن هم تأکید میکنه که به حملاتش به اسرائیل ادامه خواهد داد و حملات گسترده ارتش اسرائیل چند هفته پیش به زیر ساختارهای انرژی و نفتی یمن در بندر حدیده و آتش سوزی عظیم مخازن انرژی یمن باعث نشدی که یمن دست از حملاتش به اسرائیل را برداره. در اواسط ماه سپتامبر 2024 انصارالله حمله دیگری با یک موشک هایپرسونیک به مرکز اسرائیل شهر 2 میلیونی تل‌آویو کرد که خساراتی را به بار آورد. اکنون وزیر دفاع یمن ژنرال محمد العاطفی میگوید که موضع یمن در خصوص حمایت از مسئله فلسطین در غزه ثابت مونده. ژنرال محمد العاطفی وزیر دفاع یمن میگوید که ارتش یمن برای آغاز جنگ طولانی مدت با اسرائیل و حامیان اسرائیل در نهایت آمادگی قرار داره. العاطفی وزیر دفاع یمن اشاره میکنه که جنگ یمن بر علیه اسرائیل یک اصل می باشه که مردم یمن آن را پذیرفتند. او می گوید علت این است که ما می دانیم که این جنگ یک وظیفه دینی مقدس است و تفاوتی ندارد چه هزینه برای ما و مردم یمن داشته باشه. در واقع اوضاع آشفته در خاورمیانه و فقدان هر گونه راه حلی در این جنگ نه تنها نتونسته بازدارندگی مورد نظر رهبران اسرائیل را ایجاد بکنه، بلکه میتونه تمام خاورمیانه را به سوی یک جنگ تمام عیار سوق بده. ده ها سال اسرائیل در جهت بازدارندگی اتمی و نظامی تلاش کرده. در سال 1981 اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق در اوزیراک حمله کرد و آن را تخریب کرد. در اواسط سالهای 1980 اسرائیل در صدد بود با همکاری با دولت خانم ایندیرا گاندی در هند و گرفتن یک پایگاه هوایی در هند به تأسیسات اتمی پاکستان حمله بکنه و آنها را تخریب بکنه. این طرح‌ها مصادف بود با جنگ سرد و جنگ نیابتی غرب تحت رهبری ایالات متحده آمریکا بر علیه شوروی در افغانستان. برای براندازی شوروی ایالات متحده آمریکا نیاز شدید به همکاری رئیس جمهور سابق پاکستان ژنرال ضیاء‌الحق در جنگ سرد در نبرد افغانستان داشت. کاخ سفید با ریاست جمهوری آقای رونالد ریگان طرح حمله اسرائیل به تأسیس اتمی پاکستان را به ضیاء‌الحق رئیس جمهور آن زمان پاکستان لو داد. تهدید ضیاء‌الحق به خانم ایندیرا گاندی باعث شد که طرح حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی پاکستان با شکست روبرو بشه. 17 سال پیش در روز 6 سپتامبر 2007 اسرائیل حمله به راکتور هسته‌ای سوریه را انجام داد و آن را تخریب کرد. شایع است که سوریه یک راکتور هسته‌ای برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز ساخت بمب اتمی طراحی کرده بوده است. اطلاعات موساد در مورد پروژه اتمی سوریه توسط آقای مئیر داگان رئیس موساد به نخست وزیر آن زمان اسرائیل آقای اهود اولمرت داده شد. آقای اولمرت از جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا خواست برای تخریب این راکتور اتمی سوریه دست به عملیات نظامی بزنه. اما آقای جورج دبلیو بوش در جنگ‌های افغانستان و عراق آلوده و پیروزی نظامی نداشت. او اظهار داشت که نمیتونه چپه سومی برای آمریکا بگشاید. آقای اهود اولمرت تصمیم به حمله هوایی به راکتور اتمی سوریه گرفت و در شب 6 سپتامبر 2007 جت‌های اسرائیلی راکتور هسته‌ای سوریه را تخریب کردند. آقای یوسی ملمان
در روزنامه هارتس می نویسه که روز 6 سپتامبر 2007 روز 6 سپتامبر امسال هفدهمین سال روز حمله به راکتور هسته‌ای روسیه یکی از بزرگترین دستاوردهای استراتژیک اسرائیل برای حفظ بازدارندگی آن به شمار میره. یوسی ملمان میگوید اما امروز این بازدارندگی اسرائیل در زمان نخست وزیری بنیامین نتانیاهو شکست خورده و نتانیاهو به عنوان رهبر شکست خورده به یاد آورده خواهد شد که مسئول حمله هفته اکتبر حماس و قرار گرفتن ایران در آستانه هسته‌ای شدن است. نتانیاهو کسی بود که در سال 2018 آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را به خروج از توافق هسته‌ای سال 2015 بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی تشویق کرد. نتانیاهو با توافق اتمی مخالفت می‌کرد. زیرا می‌گفت توافق نکردن بهتر از توافق بده. روزنامه هارتس اسرائیل به نقل از عوامل موساد می‌گوید که اگر ایران امروز به سلاح هسته‌ای دست یابد می توان آقای بنیامین نتانیاهو را پدر بمب اتمی ایران نامید. هارتس می نویسه که در جنگ غزه و رخدادها در خاورمیانه اسرائیل حتی در مسئله هسته ایران منزوی شده. عامل موساد به روزنامه هارتس می گوید که سایت های هسته ایران پراکنده اند و در زیرزمین ها به خوبی تحت حفاظت قرار دارند. بنابراین اسرائیل به هیچ وجه به تنهایی نمی تونه عملیات بر علیه تأسیسات اتمی ایران بکنه تا مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه. روزنامه هارتس به نقل از عوامل موساد در پایان مقاله می نویسه که ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار داره و هیچ کس مانع این کشور نخواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد می تواند با شرمساری نتانیاهو را پدر بمب اتمی ایران لقب داد. برگردیم به انفجار پیجرهال در لبنان. شکی نیست که اسرائیل در عملیات ترور انفجار پیجرها به یک پیروزی تاکتیکی قابل توجه دست یافته و شکی نیست که این نوع عملیات امنیتی با شیوه ترور باعث تحقیر حزب الله شده. با این حال با حملات شدید حزب الله به اسرائیل پس از اتفاقات لبنان عملیات اسرائیل باعث بازدارندگی حزب الله نشده و به احتمال قوی در آینده هم نخواهد شد. از طرف دیگر این گونه عملیات انفجاری اسرائیل را به هدف راهبردی خود برای متوقف کردن حملات حزب الله و بازگرداندن ده‌ها هزار اسرائیلی به شمال اسرائیل به خانه هایشان که در حدود یک سال گذشته ترک کردند را نزدیک نمی کنه. اسرائیل نشون داد که می تونه به شیوه‌های عملیات امنیتی به دستگاه‌های ارتباط حزب الله نفوذ بکنه. اما باید گفت که این گونه عملیات ترور حتی یک گام کوچک منطقه خاورمیانه را از یک جنگ همه جانبه دور نکرده، برعکس آن را نزدیکتر هم کرده. در واقع باید اذعان کرد که این نوع عملیات انزوای جهانی اسرائیل را تشدید خواهد کرد، زیرا افکار عمومی جهان وحشت زده شده است و این وحشت افکار عمومی در جهان طبیعتاً باعث انزوای بیشتر اسرائیل در جهان به ویژه در جنوب جهانی خواهد شد. رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 18 سپتامبر 2024 با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطین و 120 کشور رأی موافق، 43 ممتنع و 14 رأی مخالف دادند. تأییدی است بر انزوای اسرائیل در جنوب جهانی. در روز 17 سپتامبر 2024 و بعد از آن اسرائیل دستگاه‌ها را از طریق جنگ سایبری تبدیل به بمب کرده و آنها را منفجر کرده است. اکنون و پس از حوادث اخیر انفجاری در روزهای 17 و 18 سپتامبر در لبنان این وحشت در سطح جهان و به ویژه در کشورهای خاورمیانه رو به گسترشه که سازمان‌های جاسوسی اسرائیل میتونن با استفاده از همین دستگاه‌ها اقدام به ترور رهبران کشورها بکنن و به ویژه چنین چیزی میتونه در جمهوری اسلامی ایران بر علیه حاکمان جمهوری اسلامی رخ بده. همونطوری که مرد متفکر اتمی ایران فخری زاده به طور مرموزی به قتل رسید،
همانطوری که هنیه رئیس سیاسی حماس در تهران به قتل رسید. آقای مروان شریر وزیر کشور پیشین لبنان ساعتی پس از اقدام اسرائیل در لبنان گفت که این انفجارها در دستگاه های ارتباطی پیجر در بیروت یک اقدام تروریستی است و نیروهای حزب الله و شهروندان غیر نظامی لبنانی را هدف قرار داده است. تمام وسایل الکترونیک با باتری کار میکنند و اکنون مشخص شده است که این وسایل میتوانند تبدیل به بمب بشوند و میتوانند حتی هواپیماها و هلیکوپترها را سرنگون کنند. اگرچه هدف اسرائیل از این اقدام افراد حزب الله بودند، اما با کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن هزارها نفر که مابین آنها تعداد زیادی غیر نظامی و مردم عادی بودند، بازتاب این عملیات تبدیل به وحشت جهانی شده. این حمله برای حزب الله تکان دهنده بود، اما شکی نیست که حزب الله همانند حماس در نوار غزه راه دیگری برای سیستم ارتباطی خود پیدا خواهد کرد. بازدارندگی تا به امروز ایجاد نشده و بار دیگر خاورمیانه تا آستانه جنگ همه جانبه پیش رفته است. اگرچه امروز اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به بیروت کرده و گزارشات از کشته شدن تعدادی از فرماندهان حزب الله بر اثر این حملات خبر می‌دهند و پورتال اکسیوز از کشته شدن 20 فرمانده حزب الله خبر می‌ده، آیا با وجود حملات گسترده امروز اسرائیل به بیروت حزب الله حملاتش را به اسرائیل متوقف خواهد کرد؟ باید منتظر بمونیم. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که یک بار دیگه ویدیو آگهی کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com